به همه شما همراهان. به پرشین مینی تیوی خیلی خوش آمدید. لازمه که قبل از هر چیز با سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه های بعدی ما با خبر بشید. لطفاً برامون کامنت بذارید، ما هم به همه کامنتاتون جواب میدیم. و اما موضوع این برنامه، اولین پادشاه جهان کی بوده؟ اولین پادشاه در جهان چه کسی بوده است؟ این موضوع برای اغلب افراد سوال است که نام اولین پادشاه جهان چیست؟ محققان و مورخان نظرات متفاوتی در رابطه با اولین پادشاه جهان دارند. اولین پادشاه جهان که بود؟ جزئیات و اطلاعات به جامانده از سنگ‌های حکاکی شده از نیمرود صحنه‌ای را از یک دادگاه در موزه بریتانیا نشان می‌دهد. این صحنه نشان می‌دهد یک گروه ارتش در برابر دشمن می‌باشند که قصد دارند از خودشان دفاع کنند و دشمن مقابل را از بین ببرند، اما رهبر آنها اولین پادشاه محسوب نمی‌شود. زمانی که در تاریخ به بشریت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم پادشاهان معمولاً آقایان بودند که قدرت تمنگ بسیار زیادی نسبت به بقیه داشتند. مردانی مثل ویلیام دکونکوئرو، چنگیز خان، توتان خامون جزو مهمترین افراد می‌باشند. در هر دوره پادشاهان تصمیم نهایی را برای مردم اتخاذ می کردند. اهمیت و نقش این افراد در طول تاریخ بر همگان واضح و مبرهن است. اما سوال اینجاست که اولین پادشاه جهان که بوده است؟ چنانچه در این فیلم خواهید دید، پاسخ به این سوال ظاهراً به تعریف تاریخ در دست نیست. علت اون هم کاملاً واضح، زیرا نوشته ها و شواهد ثبت شده در مورد اولین پادشاه جهان از بین رفته. در نتیجه میتوان گفت که هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد. در واقع میتوان گفت که هیچ گونه سند تاریخی کامل و مشخصی در مورد پادشاهانی که 5000 سال پیش زندگی میکردند در دسترس نیست. و اما دوباره، نخستین پادشاه جهان که بوده است؟ از طرفی مورخان هنوز نمی‌دانند که در آن دوره کلمه پادشاه دقیقاً برای افراد مختلف چه بوده است. مثلا در مصر کلمه فاروق به معنای پادشاه است، اما این کلمه شاید تا سال 1570 وجود نداشت. برخی از مورخان عقیده دارند که شاید اولین پادشاه جهان فردی مصری به نام آیریهور بوده. نام این فرد در لیست پادشاهان سومریان وجود داشته و یک دست نوشته بسیار قدیمی در مورد آنها در دسترس است و همکنون در موزه عراق نگهداری می شود. این دست نوشته و یا متن اولین بار در اوایل قرن 20 پیدا شده، اما بسیار قدیمی است، تا جایی که بعضی از صفحاتش قابل خواندن نیست. بعضی دیگر عقیده دارند که اولین پادشاه جهان آلولیم، بنیانگذار شهر آریدو بوده است. تعداد دیگری از مورخان گشور را اولین پادشاه جهان می نامند که نامش در داستان حضرت نوح در اینجا نیز آورده خواهد شد. در این فیلم ممکن است که نام‌های واقعی همراه با افسانه‌ها هم در هم آمیخته شده باشد. بنابراین ممکن است پادشاهانی بیش از 10000 سال پیش وجود داشته باشند که هنوز کسی از آنها باخبر نیست. هنوز هم محققان در تلاشند تا مستندات تاریخی به جا مانده را به روش‌های مختلف تعبیر و تفسیر کنند و به پاسخ این سوال دست یابند. معمولاً برای پاسخ دادن به این سوال نیاز دارند که جنگ‌های بسیار مهم را بررسی کنند و به دنبال رهبران آن جنگ‌ها باشند که احتمالاً جزء اولین پادشاهان جهان بودند. تا اینجا هر چقدر از این برنامه خوشتون اومده، اونو لایک کنید و این ویدیو رو به اشتراک بذارید تا دوستای دیگه‌تون هم این برنامه رو ببینن.
محققان و مورخان به این نتیجه رسیدند که شکل‌های شبیه به عقرب به معنی پادشاه می‌باشد که روی سنگ‌های بسیار قدیمی حکاکی شده و مربوط به اولین پادشاهان جهان می‌باشد. بسیاری از پادشاهان اولیه خودشان را خدای انسان‌ها می‌دانستند، اما برای اینکه متوجه شویم پادشاهی از چه زمانی رواج پیدا کرد، باید نگاه کنیم که چه زمانی نیروی انسانی نیاز به مدیریت و رهبری داشته. به طور مثال در بین النهرین باستان تعداد کثیری از کارگران ساختمانی، کشاورزان، فروشندگان اجناس و چوپانها وجود داشتند. برای اینکه تمام این کارها و مشاغل روی نظم انجام شود، نیاز به یک مدیر و رهبر و یا همان پادشاه بود تا بتوانند این گروه‌های مختلف را مدیریت کنند. به همین دلیل مورخان به دنبال اولین مدیرانی هستند که توانستند این افراد را به خوبی رهبری کنند تا بتوانیم کم کم به نام اولین پادشاه جهان دست پیدا کنیم و به نظر قطعی برسیم. دارنل میگوید محققان هنوز سعی دارند قسمت‌های گوناگون یافته‌های خود را رمزگشایی کنند که ممکن است بعضی از اولین سبک‌های نوشتاری بشر را نشان دهد. در نهایت این نوشته‌ها ممکن است به یک نبرد مهم اشاره کنند که رخ داده است، نبردی که منجر به شکل‌گیری یک تمدن متحد شده و رهبری آن را مردی بر عهده داشته است که ممکن است یا ممکن نیست. یک نقاشی که دارنل در منطقه گبل در کویر غربی در مصر کشف کرده، نقش یک عقرب بر فراز یک شاهین را نشان می‌دهد که نمادی در تاریخ مصر یا به معنای شاه یا خدایی به اسم هوروس است. دارنل که چندین دهه است در مورد تاریخ مصر تحقیق می کند، می گوید که عقرب اولین حاکمی است که عقیده دارم می توانیم برای او یک اسم رسمی، اگر نگوییم یک اسم شخصی، پیشنهاد کنیم که می توانیم شواهدی از وقایع مربوط به سلطنت او را ببینیم و همچنین جنبه های فیزیکی سلطنت او به نوعی از زمان دفنش در مقبره یوجی به جا مانده است. و در پایان شاید بپرسید تکلیف پادشاهان زن چه می شود؟ اولین ملکه تاریخ احتمالاً کوباباست که تاج و تخت را به عنوان تنها عضو خاندان سوم شهر کیش در حدود 2500 سال پیش از میلاد صاحب شد. خیلی ممنونیم که تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا یه ویدئوی دیگه، شب و روزگار خوش.